درود به شما همراهان برنامه زندگی در تهران. من امروز توی یک روز بارونی دیگه دارم یک برنامه دیگر رو شروع میکنم. امیدوارم که تا پایان برنامه همراه ما باشین و از برنامه لذت ببرین. امروز اومدیم به یکی دیگه از خیابونهای مرکزی شهر تهران به اسم خیابون نجات اللهی که اسم پیشینش خیابون ویلا بوده و میشه گفت که خیابون ویلا یا همین خیابون استاد نجات اللهی جهت شمالی جنوبی داره که از سمت جنوب از خیابون انقلاب آغاز میشه و بعد از عبور از خیابون کریم خان زند در خیابان سرو به اتمام میرسه. با ما باشین که بریم چرخی بزنیم توی خیابون استاد نجات اللهی. خیابون استاد نجات اللهی هستیم، داخل یکی از مغازه هایی که مربوط به صنایع دستی هستش، در کنار یکی از شهروندان و کسبه های نازنین که از قدیمی های این خیابون هستن. آقا سلام، خسته نباشید. سلام علیکم، حالتون چطوره؟ قربان شما، ممکنه که خودتون رو معرفی کنیم برای ما؟ بله، من حسین امینی هستم، صنایع دستی 40 ستون خیابان ویلا. درسته، خیلی هم عالی. این اسم 40 ستون از کجا اومده؟ از اصفهان اومده. ما چون خودمون اصفهانی هستیم و به هر حال تلاش بردیم بده که یکی از آثار باستانی اصفهان رو اسم شده رو مغازه ما. پس اصالتاً اصفهانی هستیم، ولی خب فکر کنم گفتین که 40 سال اینجا مغازه دارین، درسته؟ تقریباً 40 سال، بله. درسته. چطور شد که از اصفهان در واقع اومدیم به تهران؟ بالاخره کوچ کردیم دیگه، برای اینکه اون موقع موقعیتی برای ما پیش اومد که تونستیم از اصفهان بیایم اینجا مغازه رو بخریم و کار رو شروع کنیم. قیمتا خوب بود اون موقع، میشد، ولی الان دیگه نمیشه. پس این ایده صنایع دستی و در واقع کسب و کار صنایع دستی از اصفهانی که اونجا متولد شدین میاد؟ بله، از اصفهان بوده. ما خب سالهای قبلا توی تهران فعالیت داشتیم، نه تنها 40 سال قبل، قبلش هم در جاهای مختلف بودیم که به قول معروف توریست آخه بیشتر تهران میمد قدیما. اصفهان هم میمدن زیاد، ولی توریست برای خرید تهران بودن. خب معمولا فروشگاه در تهران بیشتر دایر میشد. جناب امینی نازنین، بفرمایین که خیابون استاد نجات اللهی یا همون اسم پیشینش رو بخوایم بگیم، خیابون ویلا، چه تاریخچه‌ای داره؟ اصلا این که مرکز تهرانه، برای کسب درآمد به چه شکل هستش؟ اینجا همیشه آژانس‌های هواپیمایی از دهه 30 به این ور، یعنی حالا وسط‌های 30 دیگه، 40 خیلی بیشتر شدن. ایرانر مثلا 41-2 موقع بود اومد افتتاح شد اینجا، ولی ایرلاین‌های دیگه، آژانس‌های دیگه بودن. خب یکی از دلایلش بود که آژانس‌های هواپیمایی کلن اینجا هستن. صنایع دستی هم چون توریست ها میمدن برای بلیط و یا مردم عادی ها میمدن برای خرید بلیط، به طب صنایع دستی هم اینجا دایر میشدن و صاحب به اصطلاح بودن. و در واقع این اسمی که گفتن حالا خیابون ویلا، یک خیابون هنری هستش، از همین مغازهای صنایع دستی میاد، درسته؟ بله، ما تقریبا 4-5 سال پیش هم یک جشنی داشتیم در خیابان ویلا که از طرف خود میراث فرهنگی بود و آقایون شهردار رو نمیدونم کسای دیگه هم بودن، یه تابلو هم زدیم اونجا بالای ویلا، نوشتیم گذر صنایع دستی. بله، بالای خیابون ویلاست که آقای فکر کنم مسجد جامعه اومدن افتتاح کردن. از این مسائل رو داشتیم، یکی از دلایلش اینه. بله، گذر صنایع دستی. درسته. آقای امینی، این تفاوت بین حالا زندگی در شهرستان از نظر شما با زندگی در پایتخت، با ما این کسی که به حال متولد اصفهان هستین، توی چی میبینین این تفاوت رو؟ یعنی در واقع زندگی در کلان شهر به چه صورت هستش؟ خیلی سخته. کلان شهر برای که از همه جاها میان در تهران و متاسفانه ما چون تمام اداره ها و وزارتخونه هامون هم در تهرانه،
ناچارن همه میان اینجا. اینجا برای زندگی جایی زیاد جالبی نیست. ما اصفهان خودمون رو خیلی ترجیح میدیم به اینجا، چون هنوز اونجا آرامش بیشتر از اینجا هستش. یعنی دلیلش همین آرامش است. حالا شاید اینجا یک زمانی فکر میکردن پول بیشتر در میاد، میمدن هجوم میوردن اینجا، ولی الان در همه شهرستان ها به نسبت خودش درآمد داره دیگه. بله، ولی ما هم دیگه متاسفانه دیگه آلوده شدیم اینجا. اگر این موقعیت نبود من برمیگشتم اصفهان. یعنی همین الان بعد از 40 سال باز اونجا برای شما خوشاینده؟ خیلی خیلی. بله، اونجا بالاخره وطن ماست. اصلا وطن یک چیز دیگه است واقعا. خیلی ممنون آقای امینی نازنین. اگر کلام آخری دارین راجع به مغازه‌تون، راجع به صنایع دستی، اصلا یک تعریف کوچولو راجع به صنایع دستی هم برای ما اگر بگین خیلی ممنون میشیم. صنایع دستی خب یک کاری است که سراسر هنری است و به قول معروف باید کارشناس این کار باشی که توش فعالیت کنی، که بتونی توضیح بدی برای مردم و خودت آگاهی داشته باشی که هر کدوم از این تولیدات چه فرایندی رو طی میکنه تا میشه این. بعدش هم باید دولت حمایت کنه، باید دولت حمایت کنه. ما تا زمانی که توریست نیاد امکانش نیست که فروشمون درست بشه. یعنی هممون به قول معروف یک دونه بخور نمیریه، ولی واقعا این کار توریست میخواد. البته خود دولت هم کمک میکنه به لحاظ خرید، ولی کافی نیست. بهترینش اینه که باید توریست بیاد، روابط خوب بشه، انشالله اون موقع دیگه حرف نداره. خوبه ما چون شغل تمیزیه. بله. ما شغلمون یه شغلیست که خوشمون میاد، عاشقشیم، آلودشیم. بله. بله. چقدر چشم به این زیبایی عادت میکنه. اصلا آدم که داخل مغازه صنایع دستی میاد انقدر چیزهای متفاوت و زیبا و خوشگل آدم میبینه، اصلا دوست نداره دیگه دست خالی از اون مغازه بیاد بیرون. بعضی از مشتری‌ها به ما میگن آقا شما خسته نمیشید اینا رو میبینید؟ میگم آقا من با اینا حرف میزنم، کجا خسته میشم؟ چون من خاصیت هنر همینه. من خودم سازنده مینا بودم، یعنی دستی تو کار داشتم. اینه که به هر حال کاملا آشنام، یا پسر من مثلا ایشون کاملا اشراف داره به همه اینا از صفر تا صدش. و این مهمه برای ما. خیلی ها نمیدونن واقعا. ممکنه بعضی از دوستان ما باشن حالا تازه آمدن نمیدونن، فقط میخواد یه کالایی رو بخره و بفروشه. ولی نه، ما واقعا باشون با اینا زندگی میکنیم خداییش. بله، نه کارمون رو دوست داری، فقط دولت حمایت کنه. انشالله و اوضاع خوب بشه. انشالله. آقای امینی لذت بردیم از گفتگو باهاتون. امیدوارم که همه ارزش این هنر زیبا انشالله. و ارزش صنایع دستی رو بدونیم انشالله. و یاد بگیریم و قدرش رو بدونیم. اصلا باید بدونیم و سعی کنیم صنایع دستی بخریم، کادو بدیم. بله. چون ما همه عادت کرده بودیم میرفتیم جنس والا بالا کشورهای دیگه بیاد. ما باید سعی کنیم صنایع دستی بخریم، کادو بدیم برای هر مناسبتی. چه اشکالی داره؟ هم کار درستی کردیم از فرهنگی. بله. هم تولید کننده هامون تولیدشون دلخوشتر میشن، کار میکنن و به نظر من کار پسندیده باید باشه. بازم از حضورتون و از کلامتون لذت بردیم. از شما تشکر میکنیم. با ادامه برنامه با ما همراه باشید. استاد نجات اللهی به واسطه مغازه‌های متعدد صنایع دستی که داره میشه گفت یکی از خیابون‌های هنری تهران شناخته شده. الان میخوام بریم داخل یکی از همین مغازه‌های صنایع دستی یه چرخی بزنیم و ببینیم چه خبره. با من بیاین.
خیابون نجات اللهی یا خیابون ویلا توی یکی دیگه از مغازه‌های مربوط به صنایع دستی هستیم، در کنار دوست عزیزی که خودشون از هنر دوستان و در واقع علاقه‌مندان به صنایع دستی هستن. آقا سلام، وقتتون بخیر باشه. سلام، وقت شما بخیر، سلامت باشین. قربان شما، ممکنه که خودتون رو معرفی کنین؟ جناب محمود خراتی، تولید کننده صنایع دستی خاتم و فیروزه در اصفهان هستم. این فروشگاه رو هم تازه تأسیس کردیم تو خیابون ویلا. درسته، پس شما خودتون تولید کننده هستی؟ بله، تولید کننده حدودی 25-6 سال سابقه دار. چقدر جذابه واقعا مغازتون آقای خراتی. در واقع جدیدن اومدین اینجا فرمودین؟ حدودی 5 ماهی است که این فروشگاه ما اینجا افتتاحش کردیم. بله. اوضاع احوال کار صنایع دستی توی تهران در واقع چطوریه؟ توی خیابون ویلا. ما تازه اومدیم، هنوز سابقه زیادی نداریم برای فروش ها، فروشگاهی چه ببینیم چی بوده. نظرمون بیش از اینا بوده است که فروش داشته باشیم. خب حالا فعلا که یه مقدار اوضاع اقتصادی خرابه، کاسبی هم ضعیفه. فکر کنم برای بیننده ها هم جالب باشه این سوال، چی شد که تصمیم گرفتین هنر رو، در واقع هنر صنایع دستی رو، از اصفهان بیاریم به پایتخت ایران؟ خب ما یه تولید کننده هستیم، دنبالی یه بازاری خوب میگردیم. این بازاری خوب بیشتر تو پایتخت هست، به همین دلیل اومدیم که انشالله یه نتیجه خوبی هم بگیریم. از چه نظر این درست بودن در واقع شکل گرفته توی پایتخت؟ خب اینجا از نظری اقتصادی همه متفاوت تر است نسبت به بقیه استانا. همی هم که شرکت ها، ارگان ها، اونا هستن که خرید دارن کاری صنایع دستی، یه مقدار بیشتر بازارش داغ‌تره. کاملا درسته، ولی الان اینجا کلان شهره و قطعا اوضاع کاسبی میشه گفت مقداری بهتره. ما در واقع در قلب تهران و در مرکز شهر تهران انگار که همزمان توی شهر اصفهان هم هستیم. به نظر خودتون این حس وجود داره توی مغازتون؟ خب ما سعی کردیم همه تولیدات اصفهان، همه نمونه صنایع دستی یا اصفهانا داشته باشیم اینجا. درسته. که حالا مشتری یا ارگان سازمانی اومد یه جورای راه براش نزدیک کرده باشیم، حس حاله بهش، بله حس حاله بهش دست بده، اون مسیر هم براش کوتاه کرده باشیم. آقای خراتی، خاتمکاری فرقش با میناکاری چیه؟ تفاوتشون توی چیه این دوتا هنر؟ خاتم تشکیل شده از سیمی برنج، شوبه چنار، استخونی گاو و شتره که چنار هم قرار گرفته میشه و خاتم به وجود میاد. مینا یه مسه که تو دما 800 درجه تو کوره میره، بعد روش کاری نگارگری انجام میشه. آقای خراتی، چند مدل ما صنایع دستی داریم؟ چند مدل چه صنایع دستی؟ موره انواعش صنایع دستی چه زیاد هست. چند تاشو برای ما اسم ببریم. 199 صنایع دستی فقط تو اصفهان تولید میشه. اما اون چیزایی که بیشتر ما باش سر و کار داریم، خاتمه، فیروزه، مینا، قلمزنی، پرداز، حکاکی، ترمه، گلیم. زیاده؟ بله زیاده، خیلی زیاده. ایشون خیلی زیاده. ولی واقعا چقدر صنایع دستی ایران جذاب، زیبا و ارزشمنده. یعنی واقعا میشه گفت که همه ما انسان ها باید قدر این هنر رو توی ایرانمون بدونیم. درسته؟ بله. بدونیم به شرطی که پولم باشه کنارش. قطعا اوضاع اقتصادی خیلی نقش قابل توجهی داره. آقای خراتی، 5 ماه شما ساکن تهران شدین فرمودین، درسته؟ بله.
میخوام نظرتون در رابطه با زندگی در تهران رو برای ما توی یه جمله بگین. زندگی در کلان شهر چطوریه؟ حالا میشه گفت معایبش، میشه گفت مزایاش. یعنی چه خوبی و بدی هایی شما در زندگی در تهران و کلان شهر میدونین؟ چون که اسم برنامه ما زندگی در تهران هست. حالا بعضی از ترافیکش مینالن، بعضی از آلودگی هواش. خیلی ها میگن که پیشرفت درش هست، رفاه درش هست. میخوام نظر شخصی شما رو در رابطه با این قضیه بدونم. به نظری من تو این چند ماه که من تجربه کردم، شهریست برای کاسبی، شهریست برای کار کردن، برای زندگی یه مقدار سخته، شرایطش سخته. یعنی شما زندگی توی اصفهان خودتون رو ترجیح میدین، درسته؟ بله بله، ما الانم هر یه هفته یا دو هفته دو روز اینجاییم، باز برمیگردیم به همون شهرمون، میام یه سر میزنیم و برمیگردیم. امیدوارم که همیشه حالتون خوب باشه، همیشه اوضاع کسب و کار براتون خوب باشه و از زندگی کردن در تهران لذت ببرین. اگر کلام آخری دارین رو به دوربین، خوشحال میشیم بشنویم. سلامت باشین، خیلی ممنون، زحمت کشیدین، تشکر. قربان شما. با ادامه برنامه با شما هستم. خیابون استاد نجات اللهی یا خیابان ویلای پیشین در دهه 40 خورشیدی دارای اهمیت بسیاری بودند از گذشته تا به امروز، به دلیل اینکه در دهه 40 خورشیدی هتل‌های مدرن و ساختمان‌های مدرن در این خیابان ساخته شدند و حضور تجار خارجی و ایرانی در این محله و در این خیابون به دلیل سکونتشون و تجارتشون این خیابون رو از لحاظ تجاری بودن دارای اهمیت قابل توجهی در واقع قرار دادن. استاد نجات اللهی پر از سالن‌های آمفی‌تئاتر و سالن‌هایی که جشنواره‌ها، همایش‌ها درش برگزار میشه. سالن فردوسی یکی از همون مرکزهای همایش بین‌المللیه که فیلم‌های کوتاه و در واقع فیلم‌های بین‌المللی روی پرده اینجا به نمایش در میاد. ورشو در خیابان نجات اللهی قرار گرفته و یکی از بوستان‌های معروف این خیابونه که در داخلش ما میتونیم به سالن آمفی‌تئاتر فردوسی اشاره بکنیم که یکی از سالن‌های آمفی‌تئاتر بسیار معروف و مرکز همایش‌های بین‌المللی در این خیابان هست.
در پارک ورشو هستیم در کنار یک خانومی که اینجا نشسته بودن روی نیمکت و برام جالب شد که بیام کنارشون بشینم و یک گفتگوی باشون داشته باشم. خانم سلام، وقتتون بخیر. سلام، متشکرم. ممنون. احوالاتتون؟ خدا را شکر. ممنون. ممکن که خودتون رو یک معرفی بکنین؟ من آن دهقان هستم. شغلتون چیه خانم دهقان؟ در حوزه طراحی گرافیک کار میکنم. چقدر جالب. برنامه امروز ما مختص به خیابون نجات اللهیه که حالا برای بینندگان من از قبل توضیح دادم که این خیابون در واقع پر از مغازه های هنری و صنایع دستیه و جالب شد که شما هم یک طراح و یک هنرمند هستین. در رابطه با شغلتون و طراحی هایی که انجام میدین میشه مختصر برای ما یک توضیحی بدین؟ من بیشتر در حوزه نشریه و کتاب کار میکنم و طراحی مجله و جلد کتاب. الان در حال حاضر برای یک شرکت خصوصی دارم طراحی انجام میدم و اینکه راضی هستین از کارتون؟ بله، من خب شغلمو خیلی دوست دارم. رشته از ابتدا همین رشته رو داشتم و ادامهش دادم. چقدر عالی، چقدر خوبه که هر آدمی مخصوصا اگر جوان باشی توی حوزه فعالیتش در واقع اون کاری رو انجام بده که هدفش بوده و بهش علاقه منده. درسته، علاقه خیلی چیز مهمی. خیلی مهمه، خیلی. خانم دهقان، شما اصالتاً تهرانی هستین؟ نه، من اصالتاً عراقی هستم ولی برای کار و ادامه تحصیل اینجا هستم. چند وقت تهران ساکن هستین؟ 4 سال. درسته. توی این 4 سال چیز قابل توجهی که در تهران در واقع به شما اضافه شده و در واقع زندگی در تهران به شما یاد داده چی بوده؟ خب ببینید، تهران شهر بزرگ و شلوغیه و اصولا هر جوونی که میاد برای مهاجرت به تهران نیاز داره یه سری هدفهایی داشته باشه و اون هدفها رو دنبال کنه. تفاوت زندگی در برحال استانهای دیگه یا همون شهر خودتون عراق، تفاوت زندگی در اونجا با تهران و کلان شهر چی از نظر شما؟ قطعا مقابل مقایسه نیست. شهرهای کوچیک دغدغه‌های کمتری دارن، اما خب وقتی توی تهران زندگی میکنی، پایتخت یک کشوری، هم شلوغه، هم اینکه ترافیک داره و آلودگی هوا و ازدیاد جمعیت، همه اینا تأثیر میذاره رو زندگی. ولی خب اگر کسی واقعا هدف داشته باشه و اینکه بخواد یه کاری رو با پشتکار ادامه بده، اینجا میتونه به اون هدفش برسه. درست. امیدوارم که همیشه موفق باشین خانم دهقان. شما که ساکن خیابون، در واقع خیابون ویلا هستین، چه اطلاعاتی میتونین در اختیار ما و بینندگان برنامه بذارین؟ خب من این خیابون رو تقریبا 1 سال هست که ساکنش هستم و یکی از خیابونای پر از آرامش اینجاست و اینکه یک خیابون هنری هستش. من خودم وقتی این خیابون رو قدم میزنم داخلش، خیلی خیلی حس و حال خوبی دارم و اینکه کلا حالتون خوبه اینجا، خدا رو شکر. خانم دهقان، چی شد که امروز تصمیم گرفتین بیاین توی بوستان ورشو؟ من با دوستام اومدم، یه خورده حالا هوام عوض شه، انقدرم هوا امروز خوب بود و بارون اومد و یه چند بار هوا تغییر هوایی داشتیم و به هوایی که الان میبینین خوبه اصلا توجه نکنین. از صبح که ما اومدیم سر ضبط برنامه هستیم به شدت هوا سرد بوده و من مجبور شدم این کاپشن بزرگ رو تنم کنم ولی الان هوا به نسبت گرمتر شده و هوای مطبوعتر و بهتری داریم. خانم دهقان، به عنوان کلام آخر توصیه‌تون به جوانهای همسن و سال خودتون که مستقل در حال زندگی کردن هستن در کلان شهر چیه؟ خب زندگی به شدت سخت شده، حالا با توجه به شرایط اقتصادی الان این کشور، توصیه‌ای که دارم اینه که خب یه تخصصی رو انتخاب کنن و با همون تخصص جلو برن، یعنی توش حرفه‌ای بشن و همون رو ادامه بدن که به جاهایی که میخوان برسن. درست.
درسته، یعنی یک هدف مشخص میتونه اونها رو به هر آنچه که میخوان برسونه. بازم ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین، لذت بردیم از هم کلامی با شما. با بخش‌های بعدی برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. در کنار یه دیگه از شهروندان محترم در بوستان ورشو هستیم. سلام، وقتتون بخیر باشه. سلام، حال شما خوب هستین؟ قربون شما. ممکنه خودتون رو به دوربین به بینندگان ما معرفی کنید؟ من مهدی هستم و چند سالتون آقا مهدی؟ 23. آقا مهدی، مشغول به چه کاری هستین؟ در واقع اوقات فراغت خودتون رو چه جوری میگذرونین؟ کلان ورزش. چه ورزشی؟ فوتسال بازی میکنم. چقدر خوب. چند ساله؟ تقریبا 14 ساله من بازی میکنم. یعنی از دوران خیلی نوجوانی، درسته؟ بله بله، از کودکی کلن همیشه توی زمین فوتبال و دنبال توپ و این چیزا بودم. خیلی هم عالی. من خودم یکی از طرفدارای رشته فوتبال و فوتسال هستم. یعنی هر موقع که فوتبال پخش میشه من اولین نفر جلوی تلویزیون. جذابه واقعا و خب سخت توی ایران مخصوصا. بله، خیلی ورزش سختیه. آقا مهدی، دلیل اینکه اومدین توی بوستان چی بوده امروز؟ حقیقتا یه جور تایم بیکاری بود دیگه، یه قدم اومدم بزنم، هوا هم که خوب بود، اومدیم یه قدم بزنیم. شما اصالتا اهل تهران هستی؟ خیر، من بروجردیم. لور هستین؟ ما توی چند تا از برنامه خیلی جالب بود، با هر کسی که من گفتگو میکردم از دوستان خوب لور زبان بود. بله، خیلی شهرستان خیلی کوچیکه، ولی خب لور نیستن، خود بروجردی کلن یه چیز جدا از لور حساب میشه. یعنی چطور؟ ببینید، لحجه خودشونو دارن، زبان خودشونو دارن، کاملا متفاوته، متفاوتن از لورا تقریبا، ولی خب اطرافش مثلا روستاهایی هستن که لور زبانن. و بروجردی که از خوش آب و هوا ترین شهرهایی که من میتونم واقعا معرفی کنم. بله. درست آقا مهدی؟ بهش هم میگم پاریس کوچولو. بله بله، هم کبابش خیلی خوشمزه است، هم بستنیاش. چقدر شهر خوشگلیه بروجرد. خیلی خیلی جاهای تفریحی، خیلی طبیعت زیبا و کلا لذت میبری. طبیعت بکری داره واقعا. خیلی خیلی هم زیباست واقعا، هم طبیعتش. درسته. آقا مهدی، تحصیلاتتون چی بوده اگه دوست دارین بگین؟ من مدیریت بازرگانی میخونم، الان دانشجوام، تقریبا دیگه آخرشه. در واقع برای تحصیلات به تهران شما مهاجرت کرد؟ نه، واسه کار، چون بروجرد شهر کوچیکیه، یه مقدار از لحاظ کاری خیلی سخت کار پیدا میشه، به خاطر همین دیگه اومدم تهران. درسته. یکی دیگه از سوالای من اتفاقا همینه، چون در رابطه با موضوع برنامه که اسمش هست زندگی در تهران، برام جالبه و همچنین برای بینندگان برنامه که زندگی در کلان شهر رو شما چگونه میگذرونین و اصلاً به چی تشبیهش میکنین در مقایسه با زندگی در استانها و شهرستانهای دیگه؟ ببینین، هر جا که آدم زندگی کنه واقعا سختی خودشو داره، یعنی به نظرم هر جای این دنیا که باشی بالاخره چالشه هست، چالشه رو داری، و خب تو بروجرد قطعا سختی های خودشو داره. تهران هم خب طبیعتا شلوغیشه یا هوای آلودهشه، مثلا خیلی کم پیش میاد که هوا توی تهران تمیز باشه. درسته. و فکر میکنم فقط شلوغی و مسیرهای دورش باشه از نظر من، چون من واقعا زندگی پرچالش ترجیح میدم نسبت به زندگیی که بخوام خیلی آروم. چون بروجرد، ببینید، بروجرد یه شهریه که واسه افرادی که سنشون مثلا یه خورده بالاتره، ماهایی که جوونیم اونجا واقعا نمیتونیم اون انرژی کمتر تخلیه کنیم و جای پیشرفتش قطعا کمتره. درسته. اونقدر بهش توجه نمیشه. پس از اوضاع زندگی در تهران راضی هستیم؟ طبیعتاً من که خودم راضیم، حالا نمیدونم بقیه نظرشون چیه، ولی من دوستش دارم تهران. آقا مهدی، اگر به هر حال
جوونی تصمیم میگیره مهاجرت کنه، حالا چه به تهران چه به جای مختلف دنیا، توصیه‌تون برای جوانهایی که میخوان مستقل زندگی کنن و در واقع از خانواده ها جدا بشن، حالا مسیری رو در واقع یک پروسه رو طی بکنن برای اون هدفشون چی هست؟ یک تجربه شخصیتون رو برای ما بگین لطفا. فقط ازشون میخوام که تمام انرژیشون رو و تمرکزشون رو بذارن روی آیندهشون و به چیزایی که اطراف مثلا خیلی پیش پا افتاده است هیچ توجهی نکنن، چون واقعا زندگی پر از سختی و چالشه. فقط ازشون میخوام که تمرکزشون رو کارشون، اگر تحصیلشون رو دوست دارن تحصیلشون، هر چیزی که بهش علاقه دارن برن دنبال همون و قطعا توش موفق میشن. کاملا همینطوره. مرسی که وقتتون رو در اختیارمون گذاشتین، لذت بردیم از در کنار شما بودم. متشکرم، ممنون، خیلی خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم، همچنین ما و تیم. با بخش‌های بعدی برنامه با شما هستیم، با ما باشیم. ویلا یا استاد نجات اللهی زیبا و هنری اومدیم، رسیدیم به خیابون طالقانی یا ایران شهر. خیابان ایران شهر در منطقه شش شهرداری تهران واقع شده و در مرکز شهر تهران قرار داره. از مراکز دیدنی خیابون ایران شهر، بوستان ایران شهر و پارک هنرمندان رو میتونم بهتون معرفی کنم که خیلی پارک معروفیه و اکثرا هنرمندان به اینجا میان و در واقع میچرخن توی پارک و میشینن و به گپ و گفتگو میپردازن. اجراهای مهم تئاتر و اجراهای مهم بین المللی در همین پارک هنرمندان در واقع شکل میگیره و به اجرا در میاد، مثل اجراهای اعتراضی، اجراهای خیابونی که در جشنواره‌های مختلف برپا میشه در همین پارک اجرا میشه. از ساکنین محله ایران شهر به دلیل اینکه خیابون ایران شهر یک خیابون با قدمت بسیار بالایی هستش، اکثر ساکنین اینجا در واقع از بومی ها و از قدیمی های اینجا به حساب میان. نام قدیمی پارک ایران شهر باغ هنر بوده که بعدها به اسم ایران شهر تغییر پیدا کرده. و یک چیز مهم دیگری که اینجا وجود داره در رابطه با این خیابون، اسم قبلیشه که اسم فیشر در واقع شناخته می شده، به دلیل اینکه در گذشته یک باغ بزرگی اینجا بوده که اسم صاحب باغ فیشر بوده و اسم در واقع خیابون رو فیشر می شناختن که بعدها به ایران شهر تغییر پیدا کرده. جایی که مشاهده میکنین پارک هنرمندان معروف در خیابان ایران شهره که همونطور که در بخش قبلی بهتون گفتم مربوط به اجراهای تئاتر، اجراهای هنری، هر آنچه که به هنر مربوط باشه در پارک هنرمندان اتفاق میفته و مخصوصا که روزهایی که مربوط به جشنواره‌های مختلف باشه اینجا یک حال و هوای دیگری داره. ببینید پارک زیبا رو. برنامه
برنامه مربوط به خیابون ویلا و خیابان طالقانی که مربوط به هنر ایرانی بود و واقعاً باید اسم این خیابون ویلا رو خیابون هنر میذاشتن از بس که پر از مغازه های با آثار هنری و صنایع دستی زیبا بود. و ما ایرانی ها باید قدر این آثار هنری رو بدونیم چون پر از اصالت، پر از تاریخ و امیدوارم که شما عزیزان هم دوست داشته باشین این برنامه رو. تا برنامه دیگه و داستان و محله دیگه، خدا نگهدارتون.